حالا دنباله ماجرا. نه، اول یک بار دیگر تذکر میدهم، لطفاً این تذکر را در طول مصاحبه به خاطر داشته باشید. من خیال ندارم قصه ام را به شما تحمیل کنم، تنها نیتم این است که آن را برایتان شرح بدهم. مانعی نیست شرح بدهید. خوب، به نظر می رسید که آن دو از بلوری بسیار شفاف ساخته شدند. بلوری بودند؟ بلوری نبودند. بدنشان خیلی براق و شفاف بود، شبیه بلور. آنها روبرویم در هوا بودند. به من نگاه کردند و با مهربانی لبخند زدند. قیافهشان برایم خیلی آشنا بود. گفتی سالهای سال با هم زندگی کرده بودیم. حرفی نزدند، چند لحظه‌ای با من حرف زدند، هرچند نتوانستم بفهمم چه گفتند. چرا نتوانستید؟ چون طرز صحبتشان به صورت تکلم معمولی نبود. به جای کلمات اصوات دلنشینی از دهانهایشان خارج میشد. نوعی موسیقی آسمانی بود. موسیقی آسمانی چگونه است؟ غیر قابل تقلید، مسحور کننده، توضیح ناپذیر. من بهت زده به آن دو چشم دوخته بودم کمی که گذشت به همان سرعتی که آمده بودن از من دور شدن. به آسمان رفتن. وقتی رفتن چه فکری در موردشان کردید؟ این قضیه را چطور تحلیل کردید؟ هیچ فکری درباره‌شان نکردم. حتی از خودتان نپرسیدید که آن دو موجود که بودند، چه می‌خواستند، چرا آمدند، چرا رفتند؟ اصلا نپرسیدید که آیا صحنه‌ای که دیدید واقعی بود یا زایده توهم؟ می‌دانید من هیچ فرصتی برای فکر کردن نیافتم، چون بلافاصله پس از ناپدید شدن آنها صدای شکستن تخته را از زیر پایم شنیدم و به دنبالش زیر پایم خالی شد و سقوط کردید. حدود 1 متر به سمت زمین پایین رفتم، اما ناگهان همونجا بین هوا و زمین ثابت و آویزان ماندم. البته جسمم از من جدا شد و به سمت پایین سقوط کرد. این کار تا پیش از آن لحظه پالتویی از جنس فولاد به دوش داشتم. واقعا مثل همین بود، مثل اینکه یک پالتوی فولادی سنگین روی دوشم باشد و یک باره پایین بیفتد با افتادنش بسیار سبک. نه، کاملا بی‌وزن شدم. تمام وزنی را که سالها با خودم حمل کرده بودم از دست دادم. خیلی خیلی لذت بخش بود. تا کسی تجربه نکرده باشد نمیتواند لذتی را که چشیدم درک کند. شما توانستید برخورد جسمتان را با زمین ببینید؟ جسمم را دیدم که محکم روی تل ماسه ها افتاد، بعد غلطید و با کف زمین برخورد کرد. در حقیقت شما هیچ دردی را حس نکردید؟ مطلقاً نه دردی فهمیدم و نه دچار وحشت شدم. وجود دومتان را که در هوا معلق بود می دیدید؟ بله، هم جسمم را می دیدم و هم وجود اثیریم را، آن هم به طور کامل. منظورم این است که تمام قسمت‌هایش را می‌دیدم. وجود اثیریتان چه شکلی بود؟ ضمن تشریح اولین تجربه‌ام به این مسئله هم پرداختم. بدن اثیریم درست مثل خودم بود، اما خوش‌ترکیب‌تر، شفاف و بسیار رقیق. شما حتما توجه دارید این بدن اثیری یا قالب مثالی که دارم ازش حرف می‌زنم روحم نبود. می دانم. خوانندگان کتابتان هم می دانند. لابد عده‌ای واقف هستند و عده‌ای نه. در حال شما این مطلب رو برایشان کاملا برهنه کنید. توضیح داد. خب، بدن اثیری بدنی خاص است. نه مادی محض، نه مجرد محض. چیزی بین این دو است. نگاه کنید، هر انسانی یک جسم مادی دارد، یک جسم نیمه مادی و یک روح. جسم مادی را که همه به خوبی می شناسند، نیازی به تشریح نیست. جسم نیمه مادی یا اثیری نوعی پوشش روح است. به بیانی روح داخل آن جسم اثیری قرار دارد. موقع مرگ جسم مادی از روح جدا می شود، اما جسم اثیری همراه روح باقی می ماند. همین جسم اثیری است که به انسان زنده شباهت دارد.
به قدر کافی برهنه کردم؟ آره فکر میکنم آره. جناب مهندس، هنوز یک مسئله برام روشن نشده. شما گفتید وجود اسیریتان میتوانست تمام اندام خود را ببیند، چگونه؟ من این را نمیفهمم، سعی کنید به من بفهمانید. شما در حالت اسیری چطور میتوانستید فرزن صورت خود را ببینید؟ آیا مثل این بود که بدن سومی هم وجود داشته باشد؟ و از زاویه دید آن بدن سوم و البته فرضی و از زاویه دید آن بدن سوم، البته بدن سوم فرضی داریم میگیم، به جسم اسیری خود نگاه کنم؟ بله، از زاویه دید بدن سوم که انگار در فاصله کمی از جسم اسیریتان قرار داشته. نه، شبیه این نبود که داشته باشم از دید بدن دیگر به جسم اسیریم نگاه کنم. ببینید، من به خوبی از عهده جواب این سوال بر نمی آیم، چون نمی توانم با استناد به تجربیات زمینی پاسختان را بدم. ما در دنیای مادی قادریم بخش‌هایی از جسم خود را ببینیم، لیکن نمی توانیم همه بدن خود، مثلا صورت خود را مشاهده کنیم، مگر با استفاده از آینه یا هر ماده شفاف و صیقلی که بتواند تصویر ما را منعکس کند. ولی در عالم روحانی قابلیت ها فرق می کند. وجود اسیری می تواند هم اطرافش، حتی پشت سرش را ببیند. وجود اسیری می تواند همه اطرافش، حتی پشت سرش را ببیند و هم تمام اجزای خودش را. وجود اسیری می تواند هم اطرافش را ببیند و هم تمام اجزای خودش را. صحبت را در چند جمله کوتاه خلاصه کنم. من صورت جسم اسیریم را می دیدم. طریقه دیدنش را قادر نیستم به خوبی توضیح بدهم، ولی می دیدم، همان گونه که الان دارم دستها و پاهایم را می بینم. جوابی را که انتظار داشتم بگیرم نگرفتم. در این حال نخواستم خیلی روی این موضوع درنگ کنم. آیا لباسی به تن داشتید؟ در ابتدا نفهمیدم لباس به تن دارم یا نه. البته قدری که گذشت فهمیدم لخت نیستم. به قدری لباسم لطیف و شفاف بود که به سختی معلوم می شد. چنگی بود، سراسر نقره‌ای، نقره‌ای خیلی روشن. از جنس، ببخشید، لباستان از چه جنسی بود؟ از همان جنس وجود اسیری هم، اینطور فکر می کنم. از مشاهده هیئت جدیدتان چقدر تعجب کردید؟ دستهایش را بغل گرفت. تعجب نکردم. مگر ممکن است؟ پس از تأمل کوتاه در جواب گفت: قطعا شما بارها خواب دیده اید. در حالت خواب با صحنه‌های غیر معمولی مواجه شدید. در این حال چندان تعجب نکرده اید. درست است؟ بله درست است. من همچنین حالتی داشتم، نه اینکه داشته باشم خواب ببینم، ولی تعجب نمی کردم. همونطور که آدم موقع خواب دیدن از مشاهده صحنه های خارق العاده تعجب نمی کند. کاملا می دانستید که مرده اید؟ مطلع بودم که بر اثر آن حادثه از بدنم جدا شدم. می دانستم اون جسمی که روی زمین افتاده مال من است. اطلاع داشتم که او وجود خاکی و از کار افتاده من است. وجود حی و برتر منی هستم که در بالا قرار گرفتم. تا چند اندازه به جسد خاکی خود علاقه داشتید؟ اصلا علاقه به او نداشتم. به نظرم فقط یک لاشه زشت، بدبو، سنگین و دل به همزن بود. با وجود این کنجکاو بودم که بدانم سرانجامش چه می شود. من هم کنجکاو هستم که بدانم سرانجامش چه شد. پس بشنوید. از بالا دیدم که کارگرها و بناها دورش جمع شدند. هر کس چیزی می گفت. سنگکار گفت: خدا لعنتم کند، مقصر اصلی من هستم. شاگردش نالید: یتیم شدم. مهندس رفت. لوله کش به او توپید که چرا چرند میگوید. جوشکار روی کالبدم خم شد و گفت: شک دارم، ولی احتمالا هنوز زنده است. او یک وانت نیسان داشت. سریع به سمت وانتش دوید، سوار شد و با دنده عقب به سمت جسدم آمد. دو تا از کارگرها پتوی کهنه‌ای کف وانت پهن کردند. بعد بدنم را از روی زمین برداشتند و کف وانت خواباندند. راننده فوراً به سمت بیمارستان حرکت کرد. جسم شما را در عقب وانت تنها گذاشتن؟ نه، دو کارگری که جسمم رو به داخل وانت منتقل کردن
کنارش ماندند. یکیشان سر کالبدم را روی کساله پایش گذاشته بود. این چیزها را از آن بالا می دیدید. وقتی وانت حرکت کرد نزدیک کالبدم بودم. یادم نیست چطوری به اون نزدیک شده بودم، اما به خاطر دارم که فاصله کمی با بدن خاکیم داشتم. تقریبا نیم متر بالاتر از او در هوا شناور بودم. به صورت ایستاده افقی ایستاده، ضمناً تمام علومی که در زمین کسب کرده بودم با من بود، گرچه گاهی علم زمینی من و انتظاراتم با تجارب جدید جور در نمی آمد. مثلا وقتی در پشت واند ایستاده بودم انتظار داشتم که وزش باد را احساس کنم، در حالی که احساس نمی کردم. یا مثلا انتظار داشتم هر رنگ و نوری را همانند سابق ببینم، اما در وضعیت جدیدم رنگ‌ها و نورها با آن چه قبلاً دیده بودم متفاوت بود، بسیار متفاوت. دقت کنید، ما در این عالم رنگ‌ها و نورها را به صورت واضح نمی‌بینیم. البته فکر می‌کنیم که داریم به وضوح می‌بینیم، ولی اینطور نیست. شما مشخصاً روی کلمه متفاوت تأکید کردید. ممنون می‌شوم اگر تفاوت‌ها را کامل‌تر شرح دهید مهندس. نگاه کنید، در موقعیتی که قرار داشتم رنگ ها و نورها طور دیگری جلوه می کردند. درخشش آنها خارق العاده، اعجاب انگیز و سکرآور بود. من هرگز چنین درخششی را در حیات مادی خود ندیده بودم. انگار که در زندگی مادی رنگ ها را از پشت یک جوراب سیاه دیده باشم، از پشت یک جوراب سیاه، آن هم زخیم، یا انگار با یک عینک خیلی تیره به آنها نگاه کرده باشم. در عقب وانت احساس میکردم جوراب سیاه زخیم یا عینک تیره را از صورتم برداشتن. متوجه منظورم میشوید؟ میخواهم بگویم تفاوت رنگها قبل و پس از مرگ تا این حد به نظر میرسد. از این گذشته من در آن وضعیت رنگهای جدیدی را دیدم، رنگهایی که در زندگی زمینی هرگز دیده نمیشوند، حتی به صورت مات. ما در زمین فقط چند رنگ را می‌بینیم. رنگ‌هایی را مشاهده می‌کنیم که بین مادون قرمز و ما ورای بنفش قرار دارند. حقیقت این است که هزاران رنگ دیگر هم وجود دارند. رنگ‌هایی بسیار زنده، حیرت‌انگیز و زیبا. من همه آنها را می‌دیدم. به علاوه نغمه‌های بسیار دلپذیر را می‌شنیدم. باید اعتراف کنم که به طرزی وصف نشدنی شیفته نورها، رنگها و نغمه ها شده بودم. در همان شیفتگی بود که آن صدا با من ارتباط برقرار کرد. به نظرم آن صدا از دل همان نورها، رنگها و نغمه ها بیرون آمد. چه صدایی بود؟ صدای عادی نبود، از این صداهایی نبود که آدم از طریق گوش می شنود. صدای درونی هم نبود، صدایی بود که از نقطه نزدیک بر می خواست و به درونم نفوذ میکرد. یعنی من نه از راه گوش بلکه از درونم میشنیدم. چطوری بگویم که متوجه شوید؟ آن صدا از به یک نفر تعلق داشت. من نه صاحب صدا را میدیدم، نه صدایش را به صورت معمولی میشنیدم. صاحب صدا هر که بود، به صورتی غیر عادی کلامش را به من منتقل میکرد، قطعا به صورت تلپاتی. این جمله را با قدری تردید پذیرفت. تقریبا. یاد سحر و بخشی از حرفهای او افتاده بودم. مهندس ادامه داد، صاحب صدا می توانست از همان طریق عواطفش را به من انتقال دهد. البته من هم می توانستم به همان گونه افکار و احساساتم را به او منتقل کنم. آن صدا یا در اصل صاحب نامرئی صدا تا آخرین لحظات با من بود. تا آخرین لحظات تجربه مرگ و چند روزی پس از آن تجربه، حتی زمانی که خاموش میماند میدانستم که با من و کنار من است. حضور عاقلانه، با وقار و پر از محبتش را حس میکردم. میشود گفت حضور مهربان پدرانه، وسیع‌تر از پدرانه. یک معلم، یک استاد، یک راهنمای بی اندازه مهربان. مدت کوتاهی تأمل کرده بس من از حالا به بعد بارها از این صدا یاد خواهم کرد. پس بیایید برای راحتی خودمان این صدا، الهام یا القا را صدای روحانی بنامیم.
چطور است؟ ما چند دقیقه پیش با یک نفر مصاحبه کردیم. چند وقت پیش با یک نفر مصاحبه کردیم. او این نوع صدا را صدای بی صدا نامید. هر کس که بوده خوب گفته، اما من صدای روحانی را ترجیح می دهم. ایرادی ندارد. خوب، از این پس به وقتش می گویم صدای روحانی فلان چیز را که گفت، یا می گویم من به صدای روحانی فلان چیز را گفتم، اگرچه منظور این نیست که ما به شکل معمولی حرف زده باشیم. تصویب شد. خوب است. چند ضربه کوتاه به در اتاق خورد. مهندس خطاب به کسی پشت در بود گفت: بفرمایید. در باز شد. پیرمردی که ظاهرا آبدارچی شرکت بود پا به درون گذاشت با یک سینی که تویش سه استکان چای بود. مهندس تا او را دید بلند شد و به طرفش رفت. سپاسگزارانه سینی را از دستش گرفت و زحمت کشیدید، لطف کردید. پیرمرد نگاهی سرشار از عطوفت به او انداخت. خواهش میکنم پسرم، اگر چیز دیگری خواستید مرا صدا کنید. مهندس با صدای خجول گفت: ممنون، درخواستی داشته باشم به شما زحمت میدهم. پیرمرد رفت. مهندس سینی رو روی میز گذاشت و نشست. ببخشید که امروز نمیتوانم به خوبی از شما پذیرایی کنم. انشاءالله فردا در خانه‌ام رسم میزبانی را به جا میآورم.